آموزش اوپن کارت. در این بخش از آموزش می‌خوایم روش‌های فشرده‌سازی تصاویر برای محصولات رو به شما آموزش بدیم تا با استفاده از تصاویر بهینه سرعت لود وبسایتتون رو افزایش بدید. در اینجا مشاهده می‌کنید که بخش فروشگاه تصاویر مختلفی رو داره که ما می‌تونیم به همین راحتی تصاویر مورد نظر خودمون رو در سایت قرار بدیم، ولی موضوع اینه که تصاویر باید از حجم پایینی برخوردار باشن. خب این تصاویر در کجا قرار گرفتن؟ وقتی که به دسته‌بندی ها و بخش کاتالوگ وارد میشید، به بخش کالاها میرین که محصولات در این بخش قرار گرفته و میتونید در اینجا محصولات مختلف رو ببینید. خب به عنوان مثال من میخوام که در اینجا یکی از محصولات رو انتخاب کنم، مثلا آیفون 6 رو در اینجا انتخاب میکنم و تصویر اون رو میخوام عوض کنم. روی ویرایش در اینجا کلیک میکنم. در اینجا اطلاعاتی رو در رابطه با محصول میتونید مشاهده کنی که در بخش لینک ها گزینه‌های مختلفی رو میشه در اینجا دید. خب به بخش تصویر میایم. مشاهده میکنی که تصاویری که به صورت گالری هستش برای این گوشی در اینجا قرار داده شده و برای این محصول که شما میتونید در این بخش تصاویر مورد نظر خودتون رو اضافه کنید و یا اونها رو حذف کنید و یا حتی چیدمانش رو ویرایش کنید. این بخش مربوط به گالریه تصاویر محصول مورد نظر ما هستش، ولی ما میخوایم که تصویر شاخص رو عوض کنیم. ببینید تصویر شاخص تصویری هستش که در اینجا مشاهده میشه، ولی تصویر گالری یعنی همین تصاویری که در اینجا چیده شده تصاویری هستن که در اینجا به این شکل به کاربران نمایش داده میشن که کاربران با کلیک کردن روی تصاویری میتونه مدل های مختلفی از این گوشی رو که البته در اینجا گوشی هست یا هر محصول دیگر رو مشاهده کنه. پس شما میتونید گالری رو از این بخش چیدمانش رو انجام بدین، یعنی وقتی که روی محصول کلیک میکنین و به این بخش اطلاعات وارد میشین در اینجا روی تصاویر کلیک میکنین و گالری رو میتونین از اینجا انتخاب کنین. ولی اگر بخواین که تصویر شاخص یعنی این تصویر رو عوض کنید، باید به بخش اطلاعات در اینجا وارد بشید و در اینجا تصویر شاخص رو میتونید ببینید که روی تصویر کلیک میکنین تا دکمه‌ای که اینچنین هستش رو در اینجا مشاهده بکنید. برای حذف تصویر روی دکمه قرمز کلیک میکنی و برای اضافه کردن یا ادیت روی دکمه آبی که در اینجا ما روی دکمه آبی کلیک میکنیم و میخوایم تصویر رو بارگذاری کنیم. خب قبل از اینکه حالا تصویر رو بارگذاری کنیم، مسائل مهم مربوط به خود تصویر هستش. در ابتدا ما تصویر مورد نظرمون رو میخوایم از اینترنت پیدا کنیم. خب در اینجا وارد گوگل میشیم، به عنوان مثال روی تصویر کلیک میکنیم و در اینجا عبارت آیفون 6 رو وارد میکنیم. حالا آیفون 6 فقط یک مثاله، کاری به محصولش نداریم. در اینجا این تصویر رو من انتخاب میکنم، میخوام که این تصویر رو به عنوان تصویر محصول خودم قرار بدم. در اینجا روی سیو از کلیک میکنم تا این تصویر در محلی که میخوام ذخیره بشه که در دسکتاپ ذخیرهش میکنم. خب حالا اگر بخوام تصویر رو به همین راحتی بارگذاری بکنم، خیلی راحت میتونم در اینجا کلیک کنم، به بخش ادیت برم و تصویر رو بارگذاری کنیم. یعنی روی این گزینه کلیک میکنم، روی این دکمه آپلود به دسکتاپ میام و تصویر رو بارگذاری میکنم. ولی این روش بارگذاری تصویر اصلا کار مناسبی نیست، چرا که تصاویر از حجم بالایی برخوردارن و باعث کاهش سرعت وبسایت شما میشه. به عنوان مثال تصویری که در اینجا انتخاب کردیم رو ببینیم. برای اینکه کمی اسم بهتری پیدا کنه و خلوت‌تر باشه، اسمش رو تغییر میدم به آیفون. خب در اینجا اگر پروپرتیز رو بخوایم کلیک کنیم و انتخاب کنیم، میبینی که تصویر حجم معادل 34 کیلوبایت داره، ولی ما میخوایم که حجمش رو پایین‌تر هم بیاریم. به چه شکل؟ در اینجا اولین ابزاری که در اختیار شما قرار داره و یکی از بهترین ابزارها هستش فتوشاپه که همه با اون آشنایی داریم. تصویر رو وارد فتوشاپ میکنیم، منتظر میشیم که بارگذاری بشه در فتوشاپ. خب حالا میخوایم که این تصویر رو برای وبسایت و برای قرار دادن در وبسایت بهینه کنیم. به بخش فایل میریم، در اینجا سیو فور وب رو انتخاب میکنیم. وقتی که شما سیو فور وب رو انتخاب کنید، میبینید که تصویر به این شکل در اینجا به نمایش در اومده. خب در این بخش شما فرمت های مختلفی رو میتونید برای تصویر انتخاب کنید که گیف هستش که هر کدوم از این فرمت ها تنظیمات مختلفی در اختیار شما قرار میده و توجه کنید که هر کدوم از فرمت ها حتی از نظر حجمی هم در این بخش اطلاعات لازمه رو به شما نمایش میده و حجم تصویر رو بهتون نشون میده که هر بخش از فرمت ها و با چه کیفیتی چه حجم رو خواهد داشت، که برخی از فرمت ها حجم بیشتری از تصویر اصلی دارن و برخی ها کمتر. حالات بعدی جی پیک هستش
و فرمت بعدی PNG هستش که به دو حالت PNG 8 و PNG 24 و در نهایت WBMP که کمترین حجم و WBMP داره، به دلیلی که همونطور که در اینجا مشاهده میکنی چندان کیفیت خوبی نداره و بیشتر به درد حالتهای گرافیک های سیاه و سفید میخوره. خب ما در اینجا JPEG رو انتخاب میکنیم. وقتی که JPEG رو انتخاب کنی، خود JPEG چندین حالت رو در اختیار شما قرار میده که از low گرفته medium, high, very high و maximum که در واقع این عبارات نشون دهنده کیفیت عکس هستند. همونطور که شما در اینجا مشاهده میکنید هر چقدر فرمت ها و نوع اون رو تغییر بدین کیفیت عکس در اینجا فرق خواهد کرد. خب اندازه تصویر اصلی ما در اینجا چقدر بود؟ 34 کیلوبایت. در واقع بگیم 35 کیلوبایت چون 34 و نیمه. 35 کیلوبایت بود. حالا ما در اینجا مدیوم رو انتخاب میکنیم. وقتی که مدیوم رو انتخاب کنیم میبینی که تصویر از نظر کیفیتی افت چندانی نمیکنه، ولی حجمش در اینجا به 25 کیلوبایت تغییر پیدا کرد. یعنی اگر 35 اضافه کنیم 10 کیلوبایت دیگه از حجم تصویر کم شد. اگر شما بخواید که تصویر رو کمی باز هم کم حجم در کنین، گزینه کیفیت پایین رو انتخاب میکنید که در اینجا هم میبینید که تصویر به 15 کیلوبایت تغییر پیدا کرد. ولی خب شاید عبارات low برای در واقع این تصویر یا تصویری که میخواییم در وبسایت قرار بدیم مناسب نباشه و کیفیت عکس رو پایین بیاره. بنابراین این medium رو براش انتخاب میکنیم که در اینجا به 25 کیلوبایت تغییر میکنه. اگر هم خواستین کیفیت رو باز بالا ببرین، های رو انتخاب میکنین در اینجا که میشه 40 کیلوبایت، چرا که رنگ رو شفافتر نشون میده و در واقع کیفیتش رو افزایش میده. ما خب medium رو در اینجا انتخاب میکنیم که یکی از راههای در واقع مناسب برای فشرده‌سازی تصویر است و مشاهده میکنین که تصویر 25 کیلوبایت شد. در نهایت میتونیم با کلیک کردن روی پرویو در اینجا نوع لود و در واقع سرعت لود تصویر رو در اینترنت اکسپلورر که در واقع معمولا تست ها رو در اینترنت اکسپلورر انجام میدن مشاهده بکنید، چرا که عکسی که در اینترنت اکسپلورر به راحتی و با سرعت بالا لود بشه و مشکل نداشته باشه قطعا در مرورگر دیگه هم به راحتی لود خواهد شد. در اینجا مشاهده میکنید که تصویر خیلی راحت و بدون کوچکترین مشکلی در اینجا لود شده و شما میتونید از این تصویر استفاده بکنید. خب من این مرورگر رو میبندم. در نهایت بعد از اینکه تغییرات لازم رو انجام دادین روی سیو کلیک میکنید و تصویر رو در محل مورد نظر خودتون میتونید ذخیره کنید. من در اینجا ذخیره میکنم تصویر رو. خب حالا یک بار روی تصویری که ذخیره شده پراپرتیز رو میزنم، میبینید که حجمش 25 کیلوبایت شده. حالا شما میتونید به راحتی تصویری که 25 کیلوبایت شده و تغییر پیدا کرده رو در وبسایت خودتون آپلود کنید. من در اینجا کلیک میکنم، به بخش آپلود میرم، تصویر رو از دسکتاپ اینجا انتخاب میکنم و تصویر مورد نظر رو انتخاب میکنم و میبینید که تصویر در این بخش قرار میگیره. بعد از اینکه تصویر در اینجا قرار گرفت روی ذخیره کلیک میکنم و به صفحه محصول وارد میشم. صفحه رو یک بار رفرش میکنم، مشاهده میکنم تصویری که آپلود کردیم در این بخش به عنوان تصویر شاخص قرار گرفته و اگر هم به صفحه اول برم در اینجا محصول رو مشاهده میکنید که تصویر رو در اینجا آپلود کردیم. خب این یکی از راه‌های فشرده سازی تصاویر بود. راه‌های دیگه هم وجود داره که شما میتونید از نرم افزار فشرده ساز استفاده کنید.